درود فراوان قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آریا تیوی اجرا میکنم پوران پرقبال هستم مشاور بالینی روان درمانگر جامعه شناس و تخصص اصلی من در درمان افسردگی و استراب هستش امروز یک تاپیک خیلی مهم دارم راجع به صحبت بکنم مسئله آزارهای جنسی هستش اگر فرزند دارین یا اگر ندارین خواهش میکنم آب تو دستتون هست بذارین زمین چون این اطلاعات این صحبت ها میتونه جون کسی رو نجات بده به کسی کمک بکنه مسئله آزارهای جنسی و این جریان می تو موومنت که در دنیای غرب خیلی رواج پیدا کرد بحث بزرگی هستش و سی سال اخیر به اصطلاح باز شد و حالا جدیدا این جریان میتو من هم را افتاد که خیلی کسانی که تا به حال جرعت نمی کردن که مسئله آزارهای جنسی رو افشا بکنن اومدن و صحبت کردن و می این کار رو و من همیشه در به در پرسش هستم که اگر این میتو در جامعه ایرانی ما همراه می افتاد و ما هم جرأت می کردیم که دهان بکشاییم و بگیم که چی بر ما گذشته اون موقع چه تعدادی از زنان ایرانی میآمدن جلو و میگفتن که چه گذشته من در این سالهای کار بالینی به خصوص من در کلینیکی کار میکنم که با بازماندگان آزارهای جنسی ما روان درمانی میکنیم چه زن چه مرد و اینو بهتون بگم که در مردها همین جریان زیاد هستش یعنی پسر بچه کوچیک بودن که بهشون آزار جنسی شده و الان نیاز به درمان دارن خب اصلا این جریان چی هستش از کجا شروع میشه آزار جنسی از اونجایی شروع میشه که یک نفر به خودش اجازه میده که به خاطر اعمال قدرت و الزامن مسئله شهوت و یا نیاز برآورده کردن مسائل جنسی نیستش و خب خیلی مواقع این هم هست میان و قدرت خودشون رو فرد کوچکتری چه دختر چه پسر دوباره تکرار میکنم اعمال میکنن و آزارهای جنسی همیشه از طرف کسانی انجام میشه این تمام آمارها نشون میدن که به کودک دسترسی داشتن اعتماد کودک رو جلب کردن نزدیک هستن تو خانواده هستن پدر میتونه باشه پدربزرگ دایی امو و و و و این نیستش که این درست نیست که بگیم آزار جنسی تو کوچه و خیابون اتفاق میفته اون هم میتونه اتفاق میفته ولی بیشترش آزارهای جنسی که به روابط خیلی ناسالمی میانجامه و به مجبور کردن کودک به انجام کارهای ناشایستی که دوست نداره معمولا تو خانواده ها اتفاق میفته مراقب باشین دخترتون و پسرتون رو پیش کی میذارین و این فرد آیا صلاحیت نگهداری کودک داره یا نداره مراقب باشین و به کودکتون بگین که هر وقت کسی به نقاط خصوصی بدنش دستت به شما بگه و این اعتماد رو بهش بدین که تقصیر او نیست و شما میخواین بدونین و این رو بدونین که اون بچه و کودک حقشه که خودش بتونه دفاع بکنه با گفتن اینکه نه شما اجازه ندارین به بدن من دست بزنین جریان آزار جنسی به اصطلاح تاثیرات عمیق روانی روی فرد میذاره حتی اگر یک تاچ کوچیک بوده چه برسه به این که روابط ناشایستی یعنی دخول ایجاد شده و سالهای سال فرد در عذاب وجدان شدید احساس کثیف بودن احساس گناه کردن و احساس بیاعتمادی به دنیا احساس خشم احساس نفرت و احساس اینکه هیچ کس به حال من نگاهی نمیکنه و کاری نمیکنه و باعث میشه که مثل خودشون رو از دیگران جدا بکنن خانواده جدا بشن و افسردگی و استراب های طولانی مدت داشته باشن این افراد شب خوابی ها داشته باشن نگرانی ها داشته باشن و نتونن تمرکز کنن رو کاری این افراد معمولا نمیتونن یه کاری رو ثابت انجام بدن از یه کار به کار دیگه میپرن و معمولا در انجام کارهاشون موفق نیستن چون این مغز که نمیتونه تمرکز داشته باشه و اون مسئله اصلی که آزار جنسی بوده توی مغز طولانی مدت طولانی مدت

ازتون خواهش میکنم که توجه داشته باشه این تاثیرات عمیق روانی رو متوجه بشین اگر کودکی دارین که شب بیخوابی داره و کودکی دارین که مرتب داره ناراحت هستش و میکنه نگاه بکنید ببینید چی داره میگذره یکی از مسائل بزرگی که وجود داره واسه افرادی که دوچار آزارهای جنسی میشن تو کودکی در بزرگسالی توانایی جنسی ندارن علاقه یا میل جنسی ندارن تو رابطه با همسر و اینها مشکلات عدید پیدی هستش که معمولا نمیشناسی بشه خیلی مهمه اگه اگر کودکمون رو جایی میذاریم به کودک نگین اگه هرچی عمو یا دایی گفت گوش بکنی به حرفش ببینید فرزند ما میخواد که گوش بکنه به هرچی که ما میگیم و هرچی که ما میگیم براش یه معبد معخذ م... منبع و اینو یادمون باشه به کودک بتونیم یاد بدیم که اگر از چیزی رفتاری رابطه خوشایندش نیست بتونی بیاد برای ما بگه یکی از مسائل بزرگی که آزارهای جنسی به وجود میاره اون حالت سکوت و اون خفقان و اون حالت مخفی بودن جریانه این افراد دوست دارن یه جایی بیان دردشون رو بیان بکنن به کسی بگن ولی اگر گوش شنوایی باشه گوشی باشه که دانا باشه و درک بکنه عمق مسئله رو و اینجوری نیستش که بگیم او حالا شده تو گذشته بوده فراموش کن نخه اینا نه همه حرفایی که دیگه کاربرد نداره و هیچ نداشته و اینکه آره حالا بیا مثبت فکر بکن مثبت فکر کن و ببین دنیا چی میشه نه اینها هم کاربرد نداره کسی که دچار آزارهای جنسی شده چه تو کودکی چه توی ج... نوجوانی و حتی بزرگسالی اینها تاثیرات عمیق روانی خواهد داشت و به همین آسونی فرد نمیتونه از این مسائل گذر بکنه درمان لازم داره درمان صحیح لازم داره و طولانی مدت و این رو داشته باشیم که یه جور بی بیحسی، یه جور حس ناتوانی حس ضعف معمولا توی این افراد وجود داره و اینکه گاهی اوقات از خودشون میان بیرون و دوست ندارن که اصلا تو دنیای واقعی باشن چون اون درد رو اون دردهای آزار جنسی رو وقتی که میکشیدن یا اگر توش هست هستن اینجوری با خود برای خودشون حل میکنن که از اون واقعیت بیان بیرون و جای دیگه خودشون رو تصور بکنن این به معنای حالا لقب های مختلفی که ما میدیم نیست به معنای اینکه فرد میخواد با درد خودش بتونه راحت تر زندگی بکنه بهتر زندگی بکنه و کنار بیاد باش و در آخر اینکه مسئله آزارهای جنسی رو جدی بگیریم تو جامعه ما معمولا ما هم همون خود گوشمون رو بگیریم نشنویم ندونیم و الان میبینیم که تو دنیا چه, چه میگذره ما این مثال های زیادی داشتیم از معلمینی که رفتارهای ناشایست با کودکان کردن حالا چه تو جامعه ما تو تمام جوامع هم هستش و این مسئله آزار جنسی یه چیزی نیستش که رب فرهنگ و قومیت و ملت داشته باشه نه اینها افرادی که افرادی هستند که بیمارن از دید من و متاسفانه حالا اگر بخوایم راجع مسئله پدوفیلیا صحبت بکنیم یا کودک آزاری یا کلمه خیلی زشتی به نظر من که بهش میگفتیم بچه بازی تو زبان خودمون این مسئله پدوفیلیا درد بزرگی هست و این افراد در ما ناپذیرن تقریبا اینو تمام روانشناسان بزرگ روش دست میذارن و این رو بدونیم اگر تو خانواده داریم این افراد رو که نگاه ناپسند و ناسالم به کودکان دارن کودکان رو دور بکنیم از این از این افراد این افراد رو گزارش بکنیم یا اینکه از خودمون دور بکنیم و بهشون بگیم که کنار کودکی نرن و نه تنها فرزند خودمون رو مواظبت بکنیم بلکه فرزند دیگران رو موفق باشین بحث خیلی زیادی هستش من دلم میخواد که بیشتر در این مورد صحبت بکنم چون نیاز به آگاهی و آموزشدهی به نظر من بسیار زیاد هستش و اگر دوست داشتین حتما تماس بگیرین با آریا تیوی در خدمتتون خواهم بود به پرسش ها خواهم داد و مسائلی رو که بیان میکنید حتما سعی میکنم سربسته جوری مطرح بکنم که به دیگران هم کمکی کرده باشیم روز و روزگار خوش مراقب خودتون باشین خدا